دولت و کارفرما مسبب اصلی ناامنی محیط کار. بنا به گزارشی که سازمان پزشکی قانونی استان کردستان منتشر کرده، آمار فوت شدگان حوادث کار در 9 ماهه سال جاری در این استان 147% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، بر اثر حوادث کار در این استان 42 تن از کارگران جان خود را از دست دادند که 19 نفر از این فوت شدگان بر اثر سقوط از بلندی، 15 نفر بر اثر اصابت جسم سخت و 6 تن نیز بر اثر برگرفتگی در حین انجام کار جان باختند. 2 نفر دیگر نیز بر اثر سایر موارد جان خود را از دست دادند. بر اساس آمارهای رسمی، حدود نیمی از حوادث منجر به مرگ کارگران در ایران در پروژه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد. چندی پیش مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفته بود که در 70% از این رخدادها که در پروژه‌های ساختمانی رخ می‌دهد، مرگ نیروهای کار قطعی است. از ابتدای سال 1391 تا اواسط آذر ماه 289 حادثه در کارخانه یا کارگاه‌های مختلف در استان کرمانشاه روی داده که 169 مورد آن مربوط به کارگاه‌های ساختمانی بوده است. همانطور که از این گزارش پیداست، بیشترین قربانیان محیط کار را کارگران بخش ساختمانی تشکیل می‌دهند. کارگران ساختمانی ایران از آنجایی که پراکنده‌اند و از سوی هیچ ارگان مسئولی نظارتی بر کنترل ایمنی محل و محیط کارشان صورت نمی‌گیرد و حتی از شمول همین قانون کار ضد کارگری موجود نیز خارج هستند، بیش از هر بخش دیگر کارگری آسیب می‌بینند و تلف می‌شوند. از روی همین گزارش سازمان پزشکی قانونی می‌توان پی برد که روزانه جمعیت 2.5 میلیونی کارگران ساختمانی در کل کشور به طور واقعی چه تلفاتی می دهند. ایران از آن کشورهایی است که بر محیطهای کارش نازلترین استانداردهای ایمنی ناظر است و همواره خطر مرگ و مصدومیت و ابتلا به انواع بیماری ها و از کار افتادگی ها کارگران را تهدید می کند و بالاترین آمار قربانیان محیط ناامن کار را دارد. به طور متوسط 20% کلیه حوادث شغلی مربوط به بخش کار ساختمانی است. آنقدر تعداد این حوادث در میان کارگران این بخش زیاد است که هر کارگری با حداقل 2 تا 3 سال سابقه کار حتما حادثه ای را تجربه کرده است. بنا به آمارهای سازمان تأمین اجتماعی و مرکز آمار ایران، از هر 3 کارگر ساختمانی فقط 1 نفر آنان به سن طبیعی بازنشستگی می رسد و 2 نفر دیگر معلول و از کار افتاده می شوند. با این وصف می بینیم که یکی از بزرگترین ارقام تلفات و ضایعات انسانی، تلفات و ضایعات انسانی ناشی از محیط ناامن کار در تولید سرمایه داری است. در ایران حوادث کار دومین عامل مرگ و میر بعد از تصادفات است. در سطح جهان سازمان بین المللی کار ILO می گوید هر 15 ثانیه 1 کارگر و هر ساعت 240 کارگر جان خود را بر اثر حادثه مرتبط با کار از دست می دهند. اگر جنگ یک باره هزار و هزارها قربانی می گیرد، اما کار و تولید تحت حاکمیت سرمایه‌داری به نرمی، آرام آرام، اما به طور دائم و هر 15 ثانیه قربانی می گیرد. حوادث و مخاطرات ناشی از کار، عدم ایمنی شرایط کار، مرگ ظاهراً تصادفی و بیشمار، از کار افتادگی ها و پیری زودرس، نقص عضو، انواع بیماری های مهلک ناشی از شرایط غیر بهداشتی کار، تنها جلوه هایی از رفتاری است که تولید سرمایه‌داری در حق کارگر می کند. نظام سرمایه‌داری زندگی را برای کارگران ناامن ساخته است، چون کارگران نیمی از عمر خود را در محیط کار می‌گذرانند. در ایران مسئولین دولتی و کارفرماها همواره می‌کوشند علت حادثه را ناشی از سهل‌انگاری و بی‌توجهی کارگر جا بزنند تا از سوی از جانب هیچ کس و هیچ مرجعی مؤاخذه نشوند و دولت و کارفرما هم
در قبال کارگر حادثه دیده هیچ مسئولیتی نداشته باشند و مجبور به پرداخت هیچ غرامتی نگردند. اما یک ارزیابی کارشناسانه و بی‌غرض از رویدادها این حقیقت را اثبات می‌نماید که همه این قربانی‌ها ناشی از سودجویی، حرص و طمع کارفرمایان و دولت حامیانان می‌باشد. کارفرمایان حاضر نیستند که بخشی از سودی را که از خون کارگران می‌مکند را هزینه تأمین ایمنی محیط کار کنند و رژیم جمهوری اسلامی هم تداوم استثمار کارگران در این شرایط بردگی‌آور را برای آنان تضمین کرده است. بنابراین کارگران باید کارفرما و دولت را مسبب اصلی وقوع حادثه محیط کار بدانند. هر تک مورد از حوادث ناشی از ناامنی محیط کار باید در ردیف یک جرم جنایی تلقی شود و کارفرمایان و ارگانهای دولتی زیر ربط باید مؤاخذه شوند. واقعیت این است که کارفرمایان از سر سودپرستی و حرص و آزی که دارند نه تمایلی به بهبود امنیت محیط کار دارند و نه نگران از دست دادن کارگران در نتیجه رویدادهای محیط ناامن کار می باشند. اینها حتی این نگرانی را هم ندارند که کارگران از بیم جان شغلشان را رها کنند، چون می دانند هر آن که اراده کنند می توانند از میان خیلی میلیونی ارتش ذخیره کار کارگران دیگری را به کار گمارند و در همان محل و محیط غیر استاندارد و ناامن کار هر کار شاقی را به آنان تحمیل کنند. بنابراین تا زمانی که خروش انقلاب کارگران و مردم زحمتکش بساط رژیم جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری را در هم نپیچیده است، این خود کارگران هستند که باید به فکر خیش باشند و با اتکا به مبارزات متشکل و نقشمند خود کارفرمایان و دولت را وادار به تأمین امنیت محیط کار خود بنمایند. تأمین ایمنی محیط کار هم مثل هر مطالبه دیگری تنها به ضرب مبارزه و همبستگی طبقاتی کارگران به سرمایه‌داران و دولت حامی آنان تحمیل می‌شود.